تو سینما ایران مسئله تجاوز جز خط قرمز است. ما میریم و میسازیم و مواظبیم. تو این زغزدگی مونده. حالا تو با این چه نسبتی برقرار میکنی؟ و یعنی خود در واقع مضمون تجاوز. حالا با این مضمون چجوری کار میکنی؟ چجوری تبدیلش میکنی به دستمایه فیلمت؟ و تو این دستمایه کار تکنیکی اندازش انجام میدی؟ احیانا که نمیرسه به فرم میرسی که نمیرسه اصلا. میگه قصه شو یواش یواش ما یه ذره سرنخوا دستمون میاد، اما مادر بدمون میاد، بعد مادر تو یه جایی تغییر موضع میده با یه دیالوگ با دختره. هیچ کدوم از اینا رو باز نمیکنه. یعنی ما قربانی مادری که اول موضع غیر عادلانه داره و بعد میگه برو هر کاری میخواد، این که باز نمیشه. قربانی اصلی روش مکس میکنه، اما این مکس باز به من نمیده انگیزه این که میخواد بره بگه که مورد تجاوز قرار گرفت. به خاطر عدالت و به خاطر اینکه حق اون آدم لعنتی رو که به دستش بذاره، از آبروی خودش مایه بذاره. این چیز کمی نیست از آبرو مایه گذاشتن. این که شوهر شاقو خورده رو هواست، این که دو کماست رو هواست، این که اگه بمیره یا نمیره تغییری تولید میشه رو هواست. یعنی اون زغزدگی که عرض کردم حالا تو همه این بخشا دیده میشه دیگه. دخترم که بعضی جاهایی که خوبه دیگه میفته فیلم فارسی و عشق و آه. مرتب دیگه من یه کاراکتر فیلم فارسی امروزی با فرهنگ امروزی میبینم که در حال گریه است. من با اینکه تعریف میکنم از بازیگر و از بازیش، اما کاراکتر نمیره جلو. این مشکل هم کارگردان هم فیلم نما نیست. معلوم فیلم تهش مجبوری که یه صدا بیاد همه رو با هپی اند تموم کنه و بعد متاسفم براش. اگر بخواد این قیافه رو واسه من بگیره، نه واسه من فرازدی، واسه من مخاطب، دیدین ته فیلم من رو چه کردن و اون جمله رو مجبور شدم، این خیلی یه بده. شما فیلم رو تموم کردی اما ته نداره، ته باید میداشت، ته شما رو حذف کردن. چی ته؟ چرا بلد نیستی در جامعه خود تهی بسازی قابل حذف نباشه؟ این ضعف توه. با از این بازی با من لطفا در نیافت. من به نظرم شادروان قطعا یکی از سه فیلم خوب این جشنواره است. فیلم بسیار 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 کوچکی می نمایه. آره جام فیلم بسیار فیلم سختی. هیچ فیلم سازی رو تو سینما ایران نمیشناسم با این مراتب فیلمنامه بتونه فیلمی از این بهتر باشه. اصلا نمیشه. من واقعا هر 3-4 دقیقه قهقهه می‌زدم. یعنی از من خنده گرفتن خیلی کاره. کاراکترها رو همه رو از اول لو نمیده، اینا رو میسازه، دونه دونه میسازه تشون. خطراتی که این فیلم داشت تو اینو حساب کن. بیگ نامه هیچ کدوم از این خطرات، ببین خطر فیلم فارسی داره فیلم. ابتذال کمیک لحظه ای به دامش نمیفته. خطر روشن فکری داره فیلم، اگزوتیک بشه لحظه ای به دامش نمیفته. خطر جایزه بگیری داره فیلم، لحظه ای به دامش نمیفته. معلومه فیلمساز شخصیت سالم اهل این داستان. دو تا پلان بهت بگم. ببین چقدر مهذبه. اول پسری که تو جهش اون اونجوری نگاه نمی کنه، حیا داره، حیا داره. این یه دونه روسری شو که روسری هم پشتش شالشو باز میکنه، یه میدیوم شاده درست. بابا باریک باریک الله، یعنی با یه پلان عشق میسازه. فیلمساز معلوم خانواده میکنه. حرکت دومی از چپ به راست تمام خال، اینقدر درسته که من باور نمی‌کردم. واقعا 90% درست رفتار میکنه، حداقل به اندازه میدیوم میده. کلوزآپ شاید 3-4 دونه میشه تو فیلم نیست، همه درسته. من با احترام به کارگردانش میخوام که به سهم خودم به عنوان یه مخاطب سینما، مخاطبی که جدی سینما براش، میخوام که این نوع کمدی رو واقعا ادامه بده و این نگاه آدمیزادی به انسان رو، به تک تک آدمهاشو، بدونه که این نگاه ارزشمنده، این نگاه رو حفظ کنه، پالایش بده و بدونه که نمای آخرش کمه و حیفه. اما بازم بهش تبریک میگم.